سلام میکنم خدمت تک تک بینندگان عزیز برنامه پاتوق از شبکه جهانی ITN. درود به همه هموطنان و همه همزبونای عزیزم، هر جای دنیا که نشستید و دارید ما رو تماشا میکنید. ما مثل همیشه سپاسگزار شما هستیم که ما رو با نظراتتون در واقع شریک میکنید، برای ما کامنت میذارید، برای ما دایرکت توی اینستاگرام میفرستید و خب شما هم حتما دیدید که چه نظرات خوبی، همیشه نظرات مثبت میدن و عزیزان ما رو خوشحال میکنن. فیدبک ها بسیار عالی بوده واقعا، ما که لذت میبریم همیشه. شما فیدبک خاصی چیزی در تخته گذاشته؟ خیلی دوست داریم بینندگان عزیز بدونن که حتما از یوتیوب هم میتونن ما رو دنبال بکنن. با سرچ برنامه پاتوق اتوماتیک برنامه میاد بالا و میتونید شاهد تک تک برنامه های ما باشید و از طرف دقیقاً و همینطور توی پیج اینستاگرام پاتوق در واقع اسکای تلویزیون میتونید که برنامه ها رو دنبال بکنید و قسمت های کوتاه رو هم ببینید و لینک ها رو هم داخل تایم پخش برنامه ها رو هم مشاهده بکنید. چون سوالای اینطوری من خیلی داشتم توی دایرکت ها که زمان پخش برنامه ها کی هست، کامل همه چیز رو میتونید دنبال بکنید. بله همچنین. من ببخشید، من پیج یوتیوب برنامه رو هم بگم. اسکای تلویزیون پیج یوتیوب برنامه ما هست که شما میتونید، گفتن که میتونید سرچ بکنید پاتوق، پاتوق آی تی ان، پاتوق تی وی شو، هر چیزی توی این موارد رو سرچ بکنید حتما شو ما رو میبینید. پیج برنامه رو توی یوتیوب میتونید سابسکرایب بکنید، اسکای تلویزیون رو، و یه زنگوله هم اون بغلش هست، زنگوله رو که بزنید هر زمانی که ویدیو جدیدی از طریق اسکای تلویزیون آپلود بشه توی یوتیوب شما بهتون نوتیفیکیشن داده میشه و میتونید ببینید و ازش لذت ببرید. لینک یوتیوب رو هم زیر تصویر میبینید. حالا امیدوارم که از همه برنامه‌های ما همیشه لذت ببرید. حتما لذت میبرن. میدونیم که خیلی بینندگان عزیزمون، طرفداران ما، چقدر هم اتفاقا انرژی گرم بهمون میدن. و یه سوال خیلی مهمی که هر دفعه از ما میپرسن این که چه ساعتی از ITN برنامه پخش میشه. برنامه ساعت 7:30 شب سه شنبه و چهار شنبه 8 شب به وقت تهران هر هفته پخش میشه. میتونید شاهد برنامه های ما این دو روز و تکرارش هم به همین ترتیب میتونید شاهد برنامه ما باشید و ما رو از اونجا تماشا بکنید. خب از این بحث های فیدبک و اینا بگذاریم. توی هفته گذشته مناسبتی، اتفاقی، خبری کلی بوده؟ مطمئن باشید. جالبی که هفته گذشته بود و پیگیر شده بودم، روز 21 ژانویه هر سال به عنوان روز جهانی بغل کردن. بح بح، چه حس خوبی. چه خوب. خیلی چیز جالبیه. همونطور خب پس یعنی در اصل بینندگان عزیز بگو ببینم شما امسال که نتونستی کسی رو بغل کنی چی کار کردی؟ البته که خب هر کدوم از ما افراد و فامیل هایی رو داریم که خب خیلی به هم نزدیک هستیم. جدا از اون من سعی کردم بیشتر خودم بغل کنم. ها یعنی هیچ کس رو بغل نکردی؟ قدرت میرسه فکر کنم، من خیلی نمیتونم، میتونم خودم بغل کنم. اما خب ناگفته نمونه، توی ورزش یوگا هم خب ما یک حرکاتی داریم که برای بغل کردن خودمون استفاده میشه و اصلا یه حرکتی هستش که به آدم خیلی انرژی میده. پیشنهاد میکنم حتما امتحانش بکنید. اصلا دلیل در واقع بغل کردن، حالا روز جهانی، اصلا چه روز جهانی براش تعیین کردن؟ خیلی جالب. از سال 968 میلادی توی آمریکا یه تعداد دانشجو به این فکر افتادن که این روز رو به صورت یه روز ملی عنوان بکنن. اما کم کم که گذشت، با توجه به اینکه فیدبک ها خیلی زیاد بود و مردم احساس خیلی خوبی توشون به وجود اومد، تصمیم گرفتن که این روز از روز ملی به یک روز جهانی بغل کردن معرفی بود. از کدوم کشور شروع شد؟ از آمریکا. خب میدونید که دلیلش چیه؟ به خاطر اینکه اول اینکه ما ایرانی ها خیلی خوب قشنگ بلدیم همدیگر رو بغل کنیم، حالا چه با حس خوب، حالا چه تعارفی، به هر حال خوب بغل میکنیم. ولی امریکایی‌ها ولی بغل کنه مون خوبه. به اصطلاح اروپایی‌ها و امریکایی‌ها این کارو کمتر انجام میدن و انقدر از این کار حس خوب گرفتن، به قول شما یه روز جهانی بله. ازش درست کردن. دوستان شما بپرسم بهداشت جان، امسال چی کار کردی با بغل کردن که نتونستی؟ خیلی مدت خیلی طولانی هست من یه نذر کردم یه جورایی که بغل نذر کردم که کرونا که تموم شد، نه کرونا نه تو رو خدا الان تو قرار نیست نباشو کنی.
ولی نصب کردم که کرونا که تموم شد توی خیابون راه برم هر کی از جلوم رد شد بغلش بکنم. جدی؟ واقعا این کارو میکنم. حالا بیشتر من چون حالا توی محیط کارم خب خیلی آدمای متفاوت میبینم، به همشون گفتم، همشون گفتم کرونا تموم شد اومدید اینجا بدید من بغلتون میکنم. یه چیزی من بگم ببینندگان عزیز، این که این خیلی مهمه، این بغل کردن فقط مخصوص نظرش باشه یا میخوای حس محبت تو انتقال بدی؟ خب قطعا اون دقیقا یکی از دلیلهایی که من حالا میگم نظر کردم، شوخی کردم، ولی دلیل اصلیش اینه که ماها اون حس، دقیقا حس محبتی که میگین رو از مردم نگرفتیم، از دوروریامون یک سال نگرفتیم. من تو روزه اول قرنطینه قبلی یادم هست که یه ویدیویی توی سوشال مدیا پخش شده بود که یه آقای جوونی برای اینکه بتونه پدر مادرش رو بغل بکنه که حالا از هم جدا زندگی میکردن، برای اینکه بتونه اونا رو بغل بکنه تو پلاستیک دستش کردن، یه دونه پلاستیک بزرگ درست کرده بود، جای دو تا دست از این ور، جای دو تا دست از اون ور، توش حالا با پلاستیک تعبیه کرده بود مثل دستکش خیلی بزرگ و از پشت پلاستیک همو بغل میکردن. واقعا جدی بگیرید، یعنی این میکنم حس و حال خوبی بده. خب بالاخره بهتر از فاصله 2 متری بغل کردن، از فاصله 2 متری بغل کردن هر چی باشه بهتره. ولی به هر حال حس آغوششون رو شما تو بغلتون حس میکنید. دقیقاً خیلی مهمه. منم با این قضیه خیلی موافقم. من متاسفانه خب یه ذره این بحث کووید 19 به خصوص حالا اون نیتی که شما کردی خیلی خوبه، منم باهاش شریک هستم. جالبه بدونید اصلا یه سری شغل‌های خیلی نادر ما تو دنیا داریم که خیلی جالبه وقتی راجبش فکر میکنید، فکر سرچ بکنید که شغل‌های کمیاب دنیا، ببینید چه شغلایی میبینید. بغل کردن یکیشه، یعنی پول میگیرن میدن که بغلشون کنید. بله بله. به هر حال امیدوارم گیر آدم وسواسی بهداشت جان نیفته وقتی که و شروع میکنه به بغل کردن و نظرش رو میخواد ادا کنه. همینجا نکته رو نگه میداریم، نکته قشنگ بغل کردن رو، بریم در مورد این بغل کردن یه موزیک ویدیو ببینیم و برگردیم. در حسرت آغوش تو هستم بغلم کن، از عطر بر و روی تو مستم بغلم کن، گیرم که دلم لایق این وصل نبوده، بی خود که دلم رو نشکستم بغلم کن. کی گفته قراره که دور از تو بمونم، من با احدی عهد نبستم بغلم کن، آروم تر از خواب کنار تو نشستم، همسایه و همسایه پرستم بغلم کن، 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 بغلم کن. بغل هدیه میکنه تک تک بینندگان عزیز. عمری پر از حسرت دیدار تو بودم، حالا که سراپاز تو هستم بغلم کن. کی گفته قراره که دور از تو بمونم، من با احدی عهد نبستم بغلم کن، آروم تر از خواب کنار تو نشستم، همسایه و همسایه پرستم بغلم کن، 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 بغلم کن.
از همینجا با این آهنگ شاد. البته من اینم دیدم که شما دورا دور چقدر همدیگر رو بغل کردید. البته خودم دعوت از فرصت استفاده کردم، دقیقاً من فرصت استفاده کردم، تشویقتون کردم بیشتر همدیگر رو بغل کنید و از اینجا به تک تک بینندگان عزیز یک دنیا بغل هدیه میدم که واقعاً دوست دارم که به روزی برسیم که بتونیم همدیگر رو در آغوش بگیریم. آره واقعاً هیچ وقت فکرش رو نمی‌کردیم بغل کردن بشه آرزو، حسرت بشه حسرت. بغل کردن های مهربونتون ما رو توی دایرکت ها شاد بکنید و این آهنگ قشنگ و زیبا رو به اشتراک بذارید برای کسانی که دوستشون دارید و دوستشون دلتون برای و دلمون میخواد شما اگر میتونید یه فیلم کوتاه بگیرید از بغل کردن با همین آهنگ و ما رو منشن کنید و استوری کنید بتونیم بغل کردن های شما رو هم داشته باشید. در حسرت آغوش تو هستم بغلم کن، از عطر بر و روی تو مستم بغلم کن، گیرم که دلم لایق این وصل نبوده، بی خود که دلم رو نشکستم بغلم کن. کی گفته قراره که دور از تو بمونم، من با احدی عهد نبستم بغلم کن، آروم تر از خواب کنار تو نشستم، همسایه و همسایه پرستم، بغلم کن 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 سلام میکنم خدمت تک تک شما عزیزان برنامه پاتوق از شبکه جهانی ITN. پرتو هستم با یکی دیگه از برنامه های سلبریتی نیوز در خدمت شما عزیزان. و اما بریم سراغ اولین خبر امروز در مورد گلشیفته فراهانی. راجع به آخرین فیلمی که بازی کرده بود در نتفلیکس شد جز بهترین فیلم‌های سال 2020، فیلمی بود اکستراکشن یا همون استخراج که کارگردان این فیلم آقای سم هارتگریف گفته شده که با محدودیت‌های کرونایی اگر امکان ضبط وجود داشته باشه تا پاییز امسال قسمت دوم این فیلم رو پخش خواهند کرد و این فیلم با بازیگری گلشیفته فراهانی و آقای کریس همسفورس بود که بهترین و پربیننده ترین فیلم سال شد.
و اما ویدیوی بعدی که براتون در نظر گرفتم از نظر من که خیلی جالب بود، از هلن عزیز، نگهداری عاشقانش از واهان همسرش که 5 سال پیش دچار سکته مغزی شده و این اتفاق در ترکیه افتاده. طبق گفته های هلن گفته که حال واهان در حال بهبودیه و ما هم براش آرزوی سلامتی میکنیم. Okay, next. در این بخش میخواستیم راجع به موزیک ویدیوی جدید حسین توهی و چالش جذابی که گذاشته بود روی موزیک ویدیوی جدیدش به نام پوکیتو که یک کلمه اسپانیشه به معنی بسیار کوچک. میریم با هم دیگه یه ویدیو ببینیم از پرستش عزیزم، مثل اینکه همه طرفدارای حسین توهی براش رقصیدن و موزیک ویدیوهاشون رو فرستادن. ما متوجه شدیم که پرستش نفر اول مسابقه شده و برنده شده. از همینجا بهش تبریک میگم. بریم با هم ویدیوشو ببینیم. داری آروم قدم میزنی با اون کفشای بلندت، او مای گاد، شیطونی کن شهر رو به هم بریز، از شل بازیات شو وایساد، تو وایسا بذار بقیه بیان، نزو پر بشه بقیه ویلام، درسته الان الهی میپرم و اینجا بهم میگن سفیر ایران، بهش میگم میا ویلا، صد در صد میا، ندارم مخزیا به نداره نیست، گراسیاس تای تریپ یه کلاسی هست، توی موزیکشو جهانی کرده، بگو لایق گرامی هست. دامه اون پوکیتو کیرو اون پوکیتو، دامه اون پوکیتو کیرو اون پوکیتو، مامی دامه اون پوکیتو کیرو اون پوکیتو، دامه اون پوکیتو کیرو اون پوکیتو، مامی دامه اون پوکیتو، مامی می گوستا کندو تو ته می پگاس اسی ی داله دامه اون پوکیتو. و اما خبر جدیدی که همه طرفداران ماکانبند رو هیجان زده کرده، این که قرار موزیک ویدیوی جدیدشون با کارگردانی رامبد جوان منتشر شود و رامبد جوان گفته که خودش هم خیلی هیجان زده هست و میخواد خودش رو امتحان کنه و این موزیک ویدیو قراره تا نوروز امسال پخش بشه. بچه ها بفرمید. با آهنگ هر بار این درو بسی مکالمه روزانه این جملات رو بخونید. امیر و روحام جملهاشون مشخصه. شما کدومی؟ شما نیستی؟ من نیستم. با ملودی یا؟ با ملودی. صدای خنزوانه هنوز توی گوشمه، زنگ زدم که بیای میگی نه توی گوشیمه. کو ببینم گوشیمه نهی بردم که خب حالا من ها دیگه بدونم. خوشحال الان تو خوشحالی؟ عصبانی. تو بعد خوشحال میگفتی تو عصبانی. یه بار دیگه بریم، تو خوشحال بگو تو عصبانی بگو. صدای خندوانه هنوز توی گوشمه میگی نه بابا بیا اینا چی تو گوشیم بود؟ نهاش توی گوشیمه دیگه بدون من، اینجوری قرار نذار، یه چیزی بده من بپوشم سر این قرار، هر بار تو پرم نزن تو اینجوری، این ذوقای منو نکن کور تو نرو. خب اینو با چه حالتی بگم؟ روحام هرچی هدران بود پرخوره، مخ منو میخوره، بریم اونجا سرم میزنه. رامبد پرخوره، مخ منو میخوره، بریم اونجا سرم میزنه موخوره. امیر ناراحت. هر بار تو پرم نزن تو اینجوری
این ذوقای منو نکن تو کور نرو. اونو تو باید بگی اینجور نزن نرو. اشتباه نوشته. میدونم ولی آخه با اونجاش قافیه‌اش رو جور داره برده. هر بار تو پرم اینجوری نزن نرو. این ذوقای منو نکن تو بدتر رو نرو. باشه بابا برو. شاکیه. خیلی شاکی. باشه بابا برو فقر اون مخ نرو. رفتیم اونجا بمون تا جون دارین نرو نرو. باشه دیگه نرو. خیلی ممنون. خیلی 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 ممنون و دمتون گرم. و اما در نهمین جشنواره فیلم‌های ایرانی و استرالیا، فیلم قسم با کارگردانی محسن تنابنده جز بهترین کارگردان‌ها و بهترین فیلم‌ها از نگاه مخاطبان شد. اگه قصاص بخوای بچه رو ازت میگیرم طلاقت میدم. 5 ساله یه آب خوش از گلوی من پایین نرفته. نمیذارم سایه یه خون دیگه رو زندگیم بیفته. میخوام با ماشین تورایی برم. من رو ببینم. برادر ما هرچی باشه خانم بازی. یه چیزی رو داره قایم میکنه. اینا همش نقش هستی. چه اتفاقی هم نیفتاده. اگه چیزی میدونی بگو. چه خاکی به سرمون بکنی؟ خاکی واسه این مداره نجامت سرمون کن. بشت بگو باز کنه. سرمون مشروب خوردن من از بشینم من همه به پشتم یه تصمیم دیگه گرفتین؟ بر با خاک آقا من عزیز تو چکون نمی کنم. بیه میگه این دادگاه کفتی چی داری که زار زندگی تو گذاشتی براش؟ کسی هم مرده؟ به قتل رسانده است. نسبت تو؟ خواهرشم. آخرین خبر سلبریتی نیوز ما، میریم سراغ موزیک ویدیوی جدید رضا رادمان که برای فیلم شب اول 18 سالگی ساخته شده. با ما باشید. از زندگی بد خوردم میموندی من میبردم شاید باید میمردم بعد از تو. منم روزا شبام همش بار میگیره جونم میره بعد از تو. بی تو حال دلم داغونش نردوی درونه اینا به هر آسونه میموندی. کاش بی تو دارا برم خالی شد خیلی ممنون که بیننده این قسمت از برنامه سلبریتی نیوز در برنامه پاتوق بودید. شما میتونید نظرات خودتون رو به پیج اینستاگرام ما sky.television ارسال کنید. روز و روزگار بر همتون خوش. با ما باشید. در ادامه برنامه وارد بحثی که خیلی این روزا مهم هستش به نام از خود گذشتگی میخواییم بشیم. با شما عزیزان به من بگید شما چقدر از خود گذشته هستید نسبت به اطرافیانتون این روزا خصوصا. من دوست دارم اول خودم از خود گذشتگی رو تعریفی بکنم. به نظر من از خود گذشتگی اینه که شما یه آدم دیگه ای رو هر کسی که هست به خودتون اولویت بدید. یعنی یه چیزی براتون، یعنی یه چیزی رو بیشتر از اینکه برای خودتون بخواید برای یه کسی دیگه بخواید.
خب حالا باید هر کسی بدونه که توی هر زمینه ای آیا میتونه اینجوری باشه یا نه. من آخر این کارو کردم. یعنی در اصل شما میخواهید بگید که یه جورایی شاید اون چیز به ضرر شما باشه ولی به نفع دیگری باشه توی کلن محیط یا هر جایی که دارید زندگی میکنید، ولی این کار رو برای اون شخص انجام میدید. آره، من میکنم این کار رو برای اعضای خانوادم که 100%، حتی برای غریبه ها هم من خیلی تا حالا کار کردم. شاید هم خیلی هم سخت باشه شرایط برای شما، ولی این کار رو انجام میدید. واقعا به نظر من هیچ چیزی نداره، هیچ چجوری بگم، خودنمایی توش نیست خداییش، ولی من خیلی دوست دارم، من همیشه خیلی دوست دارم این کارو برای همه بکنم. یعنی خیلی دوست دارم که آدما رو یه چیزی رو حتی اگر به ضرر من باشه برای یه کس دیگه ای فراهم بکنم. دقیقاً نظر تو چیه؟ حس خوبی هستش. دقیقاً، چون که این روزها خصوصاً با شرایط کرونا در اصل وقتی که روز میگذره و شما یه سری کارا رو انجام میدید و از خودتون از خودگذشتگی نشون میدید نسبت به اطرافتون، وقتی که شب میشه یا چند روزی میگذره حس خیلی خوبی پیدا میکنید که اون حس با هیچ چیزی عوض شدنی نیست. اصلا این روزا از خودگذشتگی خیلی هم مناسبت داره دیگه. دقیقا. ما همه جا داریم میبینیم. یعنی بله. یه اتفاقی که افتاده اینه که بعضیا شاید اصلا تو وجودشون نمیدیدن این مسئله رو، ولی خیلی ناخودآگاه اصلا خیلی از خودگذشتگی کردن توی این دوران، توی این یک سال گذشته از زمانی که کرونا اومد. بعضیا هم فقط به خودشون فکر کردن، یعنی همه حاضر شدن که سلامت و پول و اصلا همه چیز، دقیقاً اصلا سلامت و پول و همه چیز رو بدن مال برای بقیه بگیرن فقط برای خودشون جمع بکنن. ماسک گرونتر میفروشن، یعنی چی؟ مثلا سانیتایزر گرونتر میفروشن که چی بشه آخه؟ اصلا باید فری باشه، یعنی باید واقعا رایگان بدن به مردم. خب یه کسایی هم همین وسط تو همین دوران، پرستارا، پزشکا، کادر درمان، حالا اینجا بهشون میگن فرانت لاین ورکرز، اینا کسایی بودن که رفتن جونشون رو گذاشتن. چقدر هم واقعا از دست دادیم، نه فقط تو ایران، تو تمام دنیا. بیشترین از خودگذشتگی و این روزها ما از پرستارا و دکتران عزیز داشتیم که واقعا اینجا جا داره از تک تکشون قدردان باشیم و بگیم که ما همیشه به یاد شما هستیم و شما رو خیلی دوست می‌داریم. حتی این روزها غیر از دکترها و پرستارها، خانواده‌هایی که مادرایی که توی خونه تونستن فرزندان خودشون رو کنار خودشون، هم معلم باشن و همین که خیلی از کارهای دیگه، چون برای همه یه مقدار کارها سنگین‌تر و سخت‌تر شد، واقعا قدردان تک تک این مادران عزیز هم هستیم. بله، و خب بازم از خودگذشتگی یه چیزیه که همونطوری که گفتن توی همه در واقع جزئیات زندگی آدم میتونه ببینه. بله. که حالا توی کار بیرون، توی خانواده، بین دو نفری که همدیگر رو دوست دارن، و خب این مسئله هست که خیلی باز و واقعا برنامه‌های زیادی میشه در موردش صحبت کرد، ولی خب حالا یه ذره به خاطر این که میگم مناسبت هم داره، ما بیشتر دوست داشتیم که واقعا از کادر درمان، کسایی که الان جونشون رو گذاشتن وسط و دارن از خودشون میگذرن برای اینکه مردم رو نجات بدن، تشکر بکنیم. همونطوری که گفتن بگیم که یادشون هستیم. یه کار قشنگی که شما حتما دیدید اینجا توی کانادا انجام میشه، خیلی خودجوش، بدون هیچ اتفاق خاصی، مردم بدون هیچ اعلام خاصی، مردم میان روی در واقع در خونهشون، شیشه های خونهشون، نمای خونهشون، توی کوچه ها که میرید خیلی میبینید یه سری برگه ها، پارچه ها یا استیکرهای گذاشتن، بزرگ بنر درست کردن، زدن و نوشتن که ما از اون فرانت لاین ورکر ها تشکر میکنیم، کسایی که کادر درمان هستن تشکر میکنیم و حمایتشون میکنیم. خب خیلی هم میدیدیم که مثلا کسایی که پرستار بودن، همسایه هاشون صبح که میخواستن برن سر کار میومدن دم در تشویقشون میکردن، بهشون احترام میذاشتن. خب باید واقعا این سپاسگزاری ها باشه. داره. واقعا تشویق هم داره به نظر من،
دقیقا همونطور که بهترشان گفت، واقعا این افراد باید این الماس برای ما مهم و با ارزش باشن، چون به خصوص توی این روزا خیلی دارن سختی میکشن. یعنی واقعا دم تک تکتون گرم که جزء در واقع پرستارها و دکترها هستید و توی این اوضاع دارید این اوضاع رو هندل میکنید، خیلی سخته و واقعا به همه تون خسته نباشید. همینجا خیلی دوست دارم از شما بینندگان عزیز بپرسم که چقدر شما نسبت به اطرافیانتون تک تکتون از خود گذشته هستید. قبل از اینکه دور بشیم از کادر درمان که میخوایم تشکر کنیم ازشون، بهتره که بریم یه موزیک ویدیو تقدیم کنیم به کادر درمان. اینجا مشغول مداوای بیماران مربوط به ویروس کرونا. چند روزه هستید اینجا؟ امروز 52 روزه که داریم به بیماران مبتلا به کرونا خدمات میدیم. خسته نشدید؟ چرا، خیلی خسته شدیم، ولی لحظه که مریضامون با حال خوب تو آغوش خانواده هاشون برمیگردن همه خستگیمون رفت میشه. خسته نباشید. تو ای تو دوای همه دردای ما، تو با تو گلستون میشه فردای ما، ما دل خوشیم از این که تویی یار ما، تو دکتر مایی و پرستار ما، دکتر مایی و پرستار ما. گرچه تب اومد نترسم، ولی چون تویی بغراد و تویی بوالی، وقتی تو هستی نمیترس دلی. شما که باشی دل ما محکمه، هرچی بگم از شما بازم کمه، گرمی دستت واسه ما مرهمه. از دل واسط آواز عشق، تو رقصیدی و چرخیدی با ساز عشق، ما بی خبر و مضطرب و خسته، ما تو وای که چه صبری داری از دست ما، وای که چه صبری داری از دست ما. گرچه تب اومد نترسم، ولی چون تویی بغراد و تویی بوالی، وقتی تو هستی نمیترس دلی. شما که باشی دل ما محکمه، هرچی بگم از شما بازم کمه، گرمی دستت واسه ما مرهمه. گرچه تب اومد نترسم، ولی چون تویی بغراد و تویی بوالی، وقتی تو هستی نمیترس دلی. شما که باشی دل ما محکمه، هرچی بگم از شما بازم کمه، گرمی دستت واسه ما مرهمه. من که واقعا لذت بردم. بابک کفرای عزیز واقعا جا داره که من اینجا این داره. واقعا راست میگی، مرسی از بابک کفرای عزیز. بله، بسیار عالی بود، مثل آهنگ رفیق قشنگی که در رفیق قشنگ، مثل آهنگ رفیقی که بابک افرا گفته بودن. خیلی واقعا نه، بابک افرای عزیز نسبت به مناسبت ها آهنگای این روزا خوندن که واقعا به دل میشینه. آره، بابک افرا توی قسمت رفیقمون یادتون هست که یه موزیک خیلی قشنگی ازش پخش کردیم، چقدر هم رفیق
میدونم که هستی کنارم همیشه، اگه جنگ شه، اگه پاندمی شه تو دنیا رفیق. میدونم که هستی کنارم همیشه، اگه جنگ شه، اگه پاندمی شه تو دنیا رفیق. محال تو باشی آدم کم بیاره، اگه حتی از آسمون غم بباره یه دریا رفیق. اونم باز مناسبتی بود دیگه، در مورد پاندمی بود. البته من یادمه که اون روز شما اینو تقدیم کردید به دوستان عزیزت. دقیقاً. و کارگردان عزیزمونم پارتی بازی کردن، حسابی براتون آمادش کردم و شما فرستادید. باز اینجا جا داره از کارگردان عزیز و با تمام زحمتایی که میکشن پشت صحنه تشکر کنیم و قدردانشون هستیم. خب برمیگردیم به بحث خود گذشته و کادر درمان و اتفاقاتی که توی این در واقع یک سال افتاد و خب خیلی چیزا عوض شد توی زندگی ما و ما خیلی چیزا رو دیدیم. روزایی که خب شاید پرستارا، پزشکا، کسی که توی بیمارستانا کار میکردن خیلی بودن، همیشه کارشون انجام میدادن، منتها این اتفاق باعث شد که حتی ما بیشتر اونا رو ببینیم و بیشتر سعی بکنیم به فکرشون باشیم. اومدن براشون موزیک ویدیو ساختن، آقای بابک افرا براشون موزیک ویدیو ساخت، اومدن دوربین مخفی تهیه کردن در موردش. بله. اومدن و کلی ویدیوهای مختلف و کلی اتفاقا افتاد که خیلی هم جالبه. آخه تمام زحماتی که کادر درمانی همیشه میکشیدن یک طرف، ولی این روزا بابت این مریضی متاسفانه مصری که خیلی عزیزان ما از دست دادیم، این زحماتشون یه طرف و از خودگذشتگی که کردن واقعا جا داره که هر لحظه و هر لحظه به فکرشون باشیم. بله. و قدردانشون باشیم. من فقط یه چیز کوتاه بگم، یادم هست که پارسال همین موقع ها بود که همین روزا، مثلا یک سال و چند روز پیش بود که اولین کیس کرونا توی کانادا که اتفاقا توی تورنتو و توی ریچموند هیل هم بود مثبت شناخته شد و شروع در واقع متاسفانه شروع همه این اتفاقا از اونجا بود. و حالا امیدواریم که این همه تلاش کادر درمان واقعا نتیجه خوب بده. واکسن کرونا وارد کانادا شده، الان گروه های در واقع همون کادر درمان الان داره براشون تزریق میشه و حالا گروه بندی شده. بازم دقیقاً ایساره، چون هیچ کس هنوز نمیدونه قراره چه اتفاقی بیفته. و این باعث شده اینم بگم که چقدر ماها تک تکمون یا بقیه افرادی که اطرافمون هستن از خود گذشته تر از قبل بشن. خیلی دوست دارم بدونم، اینو سوال از بهتاش عزیز کردم، دلم میخواد بدونم که کیارش جان شما هم از خود گذشته هستید یا نیستید؟ اینو ببینندگان عزیز ما بگی. آره گفتم، من فکر میکنم بعد به اندازه خودم واقعا هر چقدر از خودگذشتگی بیشتر انجام میدیم حس خوب. و اینکه الان بینش ما سعی میکنیم بریم ببینیم کارگردان برای ما چی داره و برگردیم. آره یه میخواستی اون بگه به اونش. خب اینجا که بحث و صحبت کادر درمان عزیز شد و از خودگذشتگی که کادر درمان دارن، یاد مهداد میناوند عزیز بکنیم که این روزها حالشون وخیم هستش و همینجا جا داره ما هم آرزو بکنیم که به زودی زود بهبودی کامل رو پیدا بکنن. و در اینجا من شما رو دعوت میکنم به گزارشی که و ویدیویی که مهران غفوری عزیز که چند وقت پیش هم ما یه گزارشی ازش تهیه کرده بودیم، یه ویدیویی تهیه کردن در مورد مهداد میناوند عزیز، بریم با هم دیگه ببینیم و برگردیم. مخلصم، خیلی ازتون تشکر میکنم که برای مهداد میناوند عزیزمون دعا کردین. من امروز به اتفاق دوستم آقای میلاد گفاریچی اومدیم به مهداد سر زدیم. واقعا تشکر میکنم از کادر درجه یک بیمارستان لاله، از دکتر هاشمیان عزیز که شبانه روز زحمت کشیدن برای مهداد عزیزمون، برای همه بیماران. و باز هم ازتون میخوام آقای علی کریمی، باز هم ازتون میخوام که باز برای مرداد دعا کنین. و خانومش هم از شما تشکر میکنه، لطف میکنین، دلگرمی هستین، با دعاهاتون باعث شدین که الان حال مرداد الحمدلله رب العالمین بهتره. ما لطف کردن از فاصله دور از پشت شیشه مرداد رو دیدیم، خدا رو 100,000 مرتبه شکر، پزشکا میگن حالش بهتره،
و الحمدلله داره لحظه به لحظه هم بهتر میشه. تشکر میکنم از همه پرستارای عزیزمون، پرستاری که تو همون اتاق دارن برای مرداد زحمت میکشن و جونشون رو گذاشتن کف دستشون. نوکرتونم بازم برای مرداد دعا کنیم. دوستتون دارم. و اما واقعا امیدوارم زودتر بهبود پیدا بکنم. بله، منم به نوبه خودم برای هر دو عزیز آرزوی سلامتی بله. میکنم. فقط اینکه یه چیزی حالا به ذهنم رسید و خب حالا من خودم خیلی دوست داشتم و برنامه‌ریزی کردم در موردش صحبت بکنیم، این هست که همیشه هر وقت صحبت از خودگذشتگی میشه، اولین کسایی که یاد ما میاد، شما خودتون فکر بکنید، اولین کسایی که یاد ما میاد بهشون آتش نشانه هستن دقیقا. و خب همیشه ذهن ما میره سمتشون، خصوصا این روزها، و همیشه هم ما میبینیم که چقدر آتش نشانها واقعا اذیت میشن، زحمت میکشن، جون خودشون رو فدا میکنن و خب تا حالا چقدر از دستشون دادن. مادران بیشتر برای در واقع فداکاری از خودگذشتگی، بله بله، مادران واقعا از خودگذشتن، بله بله، 100%. ما هم احترام میذاریم به مادران و من البته میگم که جا داره که بازم بگم، من خب همیشه خیلی برای آتش نشانها احترام قائل بودم و میدونم که چقدر همیشه جونشون رو میذارن کف دستشون رو، میرن جلو، میرن توی دل آتش، یعنی چیزیه که واقعا من همه میگن که از فاصله یه متریش هم رد نمیشن. خصوصا بهداشتان این روزا، من جا داره واقعا، خصوصا این روزا که چه کرونا هست، حالا ما وقتی که کرونا هست درسته یاد کادر درمان افتادیم و همیشه هم کادر درمان زحمت میکشن، ولی یه واقعیت اینه که آتش نشانای عزیز، چه کرونا هستش چه کرونا نیست، واقعا از خودگذشته هستن و همیشه بله. جون خودشونو تو خطر بله. میندازن، واقعا آتش نشانا همیشه جونشون رو وسط میذارن بله. و بازم یه مناسبت دیگه داره، 30 دی ماه که چند روز پیش بود که میشد 19 ژانویه، سالگرد فاجعه ساختمان پلاسکو هست، اتفاقی که 4 سال پیش افتاد و ساختمانی که 54 سال سرپا بود توی تهران، ساختمان پلاسکو که اولین، یعنی تقریبا میشه گفت اولین سبک مدرن ساختمانسازی برج‌سازی توی تهران رو و توی ایران رو انجام داده بودن، اونجا ساختمان 17 طبقه‌ای بود که سال در واقع 30 دی ماه سال 1395 دچار آتش سوزی شد. ساعت قشنگ من یادم 9 صبح بود به وقت تهران که آتش شروع شد، از گفتن از انفجار کپسول گاز بوده، بعد از 2 ساعت خورده نزدیک 3 ساعت کل ساختمان فرو ریخت. من این صحنه گزارش اون گزارشگر شبکه خبر همیشه جلوی چشممه که دیدم، خب دو گزارش زنده بود و همه دیدن که همینجوری داشت صحبت میکرد و برگشتید گفت هم متاسفانه همین لحظه ساختمان پلاسکو فرو ریخت. بهتر شما رو بردی به خاطر، متاسفانه واقعا متاثر شدیم 4 سال پیش. جا داره اینجا از خانواده های این عزیزان واقعا بگیم که همچنان هر دفعه ما یادمون میافتیم، چون هر کدوم از شما عزیزانی که عزیزی رو از دست دادید انگار عزیزان خود ما بودن بله. واقعا هر روز هر دفعه که یادش میافتیم متاثر میشیم بله. و دبی که من یادم اومد این بود که اون زمان از فداکاری صحبت شد، مردم هم هوای واقعا آتش نشانه رو داشتن و صبح به صبح بهشون کمک میکردن، بله، ساندویچ نون و پنیر درست میکردن، آش درست میکردن، میبردن که این حس تشکر رو و در واقع خسته نباشید رو بتونن، بله، چقدر مردم براشون دسته های گل بردن توی همه ایستگاه های آتش نشانی، شمع روشن کردن مردم و چقدر مردم واقعا تشکر کردن ازشون، حواسشون رو داشتن، همه جای شهر، همه جای کشور، حتی کشورهای دیگه، توی کانادا، ما توی مونترال آتش نشانه به احترام آتش نشانه ایران در واقع دستهای گل پخش کردن و خیلی اتفاقات توی در واقع دنیا افتاد. توی اون اتفاق 235 نفر مجروح شدن، 22 نفر کشته شدن که 16 نفرشون آتش نشانه بودن و 6 نفر هم از شهروندا بودن. اما توی این 4 سال، آها بله بله، 4 نفر هم متاسفانه مفقود شدن. توی این 4 سال اتفاقی که افتاد
بنیاد مستضعفان که مالک در واقع ساختمان پلاسکو بودن به همراه شهرداری تهران و دولت همه دست به دست هم دادن که دوباره پلاسکو رو بسازن و تمام در واقع اون خسارت رو جبران بکنن. الان ساختمان پلاسکو در حال ساخت هست. ما یک گزارشی از ایران داریم، یکی از عزیزان برای ما گزارشی فرستادن که در مورد در واقع یه ویدیویی هست که در مورد ساختمان پلاسکو هست، در واقع چیزی که الان در حال حاضر اونجا ساخته شده، تا چند وقت دیگه هم آماده میشه، نمای نهاییش هنوز آماده نشده ولی تا چند وقت دیگه آماده میشه و آماده بهره برداری. همیشه یاد خاطرشون زنده خواهد موند برای ما و همیشه ما دوستشون داریم، هم آتش نشانا هم شهروندایی که از دست دادیم. و خب همونطور که گفتی تمام اون عظمت ساختمان پلاسکو که بعد از 54 سال فرو ریخت و تمام اون سرمایه‌ای که از دست رفت، ولی یاد و خاطرشون زنده است، زندگی ادامه داره، باید بریم جلو. با هم دیگه میریم این گزارش رو میبینیم و برمیگردیم. آتش نشانی که در قبل از فرو ریختن آبار در حال خاموش کردن آتش بود، برادر عزیزمون آتش نشان قهرمانمون آقای کمانی که افتخار داریم امروز در خدمتشون باشیم. موقعی که داخل سبد رفتیم بالا، اول آتش سوزی طبقات بالا بود دیگه، درسته؟ بله بالا بود. فکر میکردید که بتونید مهارش کنید؟ مهار شد، یه مقطعی شد که ببین دود سفید اومد بیرون و ما گفتیم که خدا رو شد، یعنی اون خودرویی هم که کنار ما بود فکر کنم 10 الی 12 متر با هم فاصله داشتیم، حالا چون دکل ماشین میچرخید به این سمت بودم اشاره کردم، دستش رو تکون داد گفت خدا رو شکر. گویا خب دود سفید علامت خاموش شدن حریق، حالا از دودها ما نشانه هایی مثلا میبینیم که میتونیم تشخیص بدیم در چه مرحله ای هست، ولی اون بالا که من بودم انفجارهای کوچیکی اتفاق می افتاد و خیلی جالب بود. پشت تمام پنجره ها کپسول های پیکنیکی بود، یعنی جایی که من آب می گرفتم پشت پنجره ها، حالا شیشه ها حرارت دیده بود آب که می خورد می شکست، کپسول پیکنیکی توش بود. ولی دقیقاً یادم نیست کی بود، بعد از اینکه دود سفید اومد یه انفجار بسیار مهیبی بود، یعنی صداش حتی موج انفجارش یه تکونی هم به من داد و اونجا بود که بعد از چند دقیقه دوباره حریق برگشت. ما شروع کردیم به حالا عملیات، به ما گفتن که با خودرو کف بزنین داخل و اولین مشاهداتمون بود سمت ما ضلع جنوبی بودیم، ضلع شرقیمون یه ریزش از 2-3 طبقه فکر کنم پایین که یه نردبون هم گوشه داشت کار میکرد، همیشه توی فیلم ها هستش، اونجا شد دیگه. به ما هم دستور تخلیه دادن، یعنی گفتن نیروها بیان بیرون، چون اونجا دیگه اولین مشاهدات ریزش شیده شد. تایم حالا دقیقاً من چون زمان اون بالا اصلا توجه نمی‌کردم و چیزی هم نبود که من بخوام زمان رو ببینم الان ساعت چنده، چقدر گذشته. و اینکه خب از اون قسمت تخلیه شد و گفتن که نیروها تخلیه بشن. یک سری از بچه‌ها خب از راه پله‌ها اومده بودن، یک سری از بچه‌ها از قسمت نمای ساختمون، حالا شما توی فیلم ها اگه ببینید از داخل نمای ساختمون که ارتفاعش حالا بعد 4-5 طبقه 6 طبقه اینا بود، اومدن بیرون و متاسفانه دلخراش‌ترین صحنه ها مغازه‌هایی بود که جلوی پنجره‌هاشون تو طبقه 11-12-13 فنس کشیده بودن و بچه‌های ما گیر کردن پشت این فنس ها. وقتی هم که چون من با یکیشون صحبت می‌کردم که نمیدونم اومد بیرون نه، چون اصلا یادم نیست واقعا که حتی چهرش هم یادم نیست الان دقیقا، بهش گفتم که بیا بیرون، گفتش که من نمیتونم بیام. قبل از اون از 2 تا مغازه کناره تر این فنسا رو یکی از بچه ها کندن، زدن کندن فنسا رو و یه نردبان که اون نردبانی که توی عکس ها هست جلوش داغون شده، اون دقیقا پشت ماشین ما بود، یعنی اون ستون پشت ماشین ما خورد و سر اون ماشین رو آسیب زد، سبدش رو کند. و بعد از اینکه خیلی تعداد زیادی رو اون نردبون رو بالابر که کنار ما بود، مال ایسکای یک بود، فوق‌العاده خوب کار کردن، خیلی از بچه‌ها رو در آوردن، 2 تا نردبون دیگه اون که ضلع غربی بود اونو بسیار قشنگ کار کردن، واقعا دستشون رو می‌بوسن، واقعا یعنی تو نجات بچه‌ها فوق‌العاده بودن. تا آخرین مرحله یکی از تو توقعات فکر کنم 12 یا 13 بود
دیدم یه پارچه صورتی آویزون از پنجره و بهشون گفتم که گفت بیاد ما رو بیارید بیرون و خودتون ما محدودیت داشتون ارتفاعی زیاد بود نمیتونست خیلی بوم اصلی ماشین رو بخوابونه و نزدیک بشه چون اصلا خود رو اجازه نمیده دو نفر بودن یه جا به من گفتش که آب نزن داره خراب میشه بعد بهش گفتم که خب این مانیتور ما میچرخید با یه دونه کنترل دستی من آبو قطع کردم بعد دیدم یکی این طرف میگه من دارم میسوزم دوباره آبو باز کردم و حالا اون قسمت گرفتم تقریبا این چیزایی که میگم در حدود 6 الی 4 دقیقه اتفاق افتاد و ناگهان ساختمون شروع کرد از بالا تکونای خوردن و دیگه دیدم که ساختمون فرو ریخت و بچه ها هم متاسفانه فریادشون رو من تا آخرین لحظه توی گوشم بود که رفتن باید جملگی در حکم سه پروانه در جهان عاشقان افسانه اولی خود را به شمع نزدیک کرد گفت ها من یافتم معنای عشق دومی نزدیک شعله بار زد گفت ها من سوختم در سوزش سومی خود داخل آتش فکند آری آری این بود معنای خاطرات شب عید خاطرات خوبه البته همیشه هم خب پلاسکو واسه ما خاطرات شب عید داشت دیگه که خریدایی که همیشه می‌کردیم واسه شب عید و واقعا ما قدیم رو میبره واقعا امیدوارم که از این به بعد تمام اتفاقایی که برای هر کس میفته اول از همه کرونا از بین بره و البته با وجود کرونا میگم یه سری آموزش‌ها رو ما دیدیم از خودگذشتگی رو یاد گرفتیم چون بیشتر در خانواده بودیم بیشتر تایم برای همدیگه گذاشتیم و امیدوارم که به قول شما هم ساختمون پلاسکو زودتر ساخته بشه هم کرونا از بین بره هم تمام کادر درمانی تک تکشون به خانواده هاشون برگردن کم استراحت کنن خانواده هاشون رو بتونن گرم در آغوش بگیرن بله واقعا و خب دقیقا همونطور که گفتین به ما یاد داد که میتونیم بیشتر از خودگذشتگی بکنیم از خودگذشتگی رو گفتین شما از مادرامون از کوچیکی یاد گرفتیم و بتونیم که در واقع اون چیزی که یاد گرفتیم توی زندگی روزمرهمون استفاده بکنیم ممکنه که چیزای خیلی کوچیک باشه توی محل کار توی زندگی عشقی توی خانواده و توی لحظه به لحظه‌مون این کرونا این یک سال گذشته به ما یاد داد که بتونیم از گذشتگی رو بیشتر انجامش بدیم و در مورد بغل کردنم یه چیزی بگم که از اون موقع تا الان چندین مرتبه تو ذهنم اومده امیدوارم که کرونا زودتر تموم بشه و بغل بگیریم همدیگر رو ولی از این راه دور واقعا تک تکتون رو بغل میکنیم و فشار میدیم که چقدر دلمون برای بغل کردن تنگ شده توی سوشال مدیا ما رو بغل کنید تو سوشال مدیا قشنگ برامون برامون بفرستید و برامون حتما کامنت بذارید و با شیر کنید عشق بدید و همینطور که دوستمون دارید بیشتر و بیشتر ما هم بدونید که همیشه دوستتون داریم و کنارتون هست همچنین هم میتونن همدیگر رو بغل کنن کسایی که تو یه خانواده با همدیگه هستن چون میدونیم که کسای دیگه نمیتونن این کار انجام بدن دقیقاً همدیگر رو بغل کنید و ماها رو منشن کنید استوری کنید ما اونها رو حتما تو برنامه پخش میکنیم بله من طبق رسم همیشگی برنامه پاتوق از حامی همیشگی برنامه‌مون آیریدیوس تشکر می‌کنم شما می‌دونید که انقدر گفتم خودم هم حفظ شدم می‌دونید که می‌تونید آیریدیوس رو برای گوشی‌های اندروید یا اپل خیلی راحت دانلود بکنید موزیکا رو گوش بدید استریم بکنید دانلود بکنید یا از موزیک ویدیوها لذت ببرید منم اینجا از PHD فرنیچر
باز تشکر میکنم بابت این مبلای زیبا و راحتشون. انقدر این مبلا راحتن، ما ساعت‌ها دقیقاً ما ساعت‌ها حتی روی این مبلایی که به اصطلاح برای میزبان هستش میشینیم، واقعاً احساس خستگی نمی‌کنیم. جا داره ازشون تشکر کنیم. این جا میوه‌ها واقعاً خیلی خوشگله. این موزا واقعاً لایک میزنه. یک ساعت منتظریم برنامه تموم شه پاشیم موز بخوریم. برنامه تموم شه من اون موزا رو برم که یه البته یه چیزی بگم، بین برنامه ما دلمون میخواست از این موضوع استفاده بکنیم که گفتن دکور خراب میشه. ممنون، تشکر که با ما بودید. خیلی 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 خوشحالمون کردید که به جمع ما اومدید تو برنامه پاتوق از شبکه جهانی آیتن. خدا یارو نگهدار. در حسرت آغوش تو هستم، بغلم کن، از عطر بر و روی تو مستم، بغلم کن. گیرم که دلم لایق این وصل نبوده، بی خود که دلم رو نشکستم، بغلم کن. کی گفته قراره که دور از تو بمونم، من با احدی عهد نبستم، بغلم کن. آروم تر از خواب کنار تو نشستم، همسایه و همسایه پرستم، بغلم کن. بغلم کن، 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 بغلم کن. بغل هدیه میکنه تک تک شنندگان عزیز. از سر کویت من بال نداشتم، نپریدم، بغلم کن. عمری پر از حسرت دیدار تو بودم، حالا که سراپاز تو هستم، بغلم کن. کی گفته قراره که دور از تو بمونم، من با احدی عهد نبستم، بغلم کن. آروم تر از خواب کنار تو نشستم، همسایه و همسایه پرستم، بغلم کن. بغلم کن، بغلم کن، بغلم کن، بغلم کن، بغلم کن، بغلم کن، بغلم کن.